سلام، به آشپزخونه ما خوش اومدید. امروز با این بادمجونا میخوایم یه غذای خوشتم رو درست کنیم. بریم برای درست کردنش. خب برای شروع بادمجونامونو شستیم، سر و تهشون رو میگیریم، به 4 قسمت تقسیمشون میکنیم و شروع میکنیم به رنده زدنشون با رنده سایز درشت. تا جایی که میشه با همون پوستش رنده کنید. اون قسمت هایی هم که نشد مثل این تهش میذاریم کنار. از پشت رنده میکنم که یه مقدار از پوست خود بادمجونم داشته باشیم. هر دوتا بادمجونامونو تا انتها رنده درشت میزنیم. اون پوستایی که خیلی درشته و رنده نشده رو ازش جدا میکنم. خب در آخر اون تیکه های بزرگ رو ازش جدا میکنم که تقریبا به اون بافت یه دسته برسیم. بعد از اینکه رنده شد کامل بهش نمک اضافه میکنم تا اون آب اضافهش خارج بشه و شروع میکنم به هم زدنش. نمک ذاتاً آب دوسته و اون آب اضافهش رو خارج میکنه. یه کاسه و یه آبکش میذارم، این بادمجونا رو میریزم، آب اضافهش میاد توی کاسه. یه چند دقیقه میذارم همین شکلی تو حال خودش باشه، میریم برای ادامه کارمون. مرحله بعدی یه پیاز قرمز رو گوشت گرفتیم و اینم چارقاچش میکنیم. میتونید از پیاز سفید هم استفاده کنید، یه مقدار برشش درشته، اینو دوباره یه برش دیگه بهش میدم چون پیازش درشت بود. شروع میکنم به خرد کردنش به این صورت. خب پیازمونو که خرد کردیم میره کنار. یه فلفل دلمه‌ای داریم، میتونید از هر رنگی که دوست داشتین استفاده کنید. سر و تهش رو میگیرم، اینا رو هم بعدا خرد میکنیم. این قسمت سفیدیاش هم میگیرم که باعث نفخ نشه. اگر فلفل دلمه این دوست نداشتید یا میخواستین طعمش کمتر حس بشه چون جز سبزیجات غالب هستش، میتونید از یه فلفل کوچیکتر استفاده کنید که طعم کمتری رو داشته باشید از فلفل دلمه این. این فلفل دلمه ای هم هر کدومو تقریبا برشامو به 3 قسمت تقسیم میکنم، یه همچین اندازه هایی میشه که با سایز پیازم تقریبا همخونی داشته باشه. یه مقدار روغن اضافه میکنم، میتونید از روغن زیتونم استفاده کنید. پیاز رو بهش اضافه میکنم. پیاز رو نمیخوایم سرخ کنیم، میخوایم در حد نرم شدن و شیشه‌ای شدن تفتشون بدیم با حرارت ملایم. 3-4 دقیقه که از تفت پیاز گذشت فلفل دلمه‌ای رو بهش اضافه میکنیم. فلفل های دلمه رو بهش اضافه میکنم، نمک، کمی فلفل. توی این مرحله میتونید از ادویه‌های دیگه هم استفاده کنید مثل پاپریکا، آبیشن، پودر سیر. من از همین دوتا چاشنی استفاده میکنم چون میخوام طعم واقعی خود بادمجون رو با سبزیجات داشته باشم. زیر گاز رو خیلی کم میکنم. میتونیم توی این مرحله در تابه رو بذاریم به مدت 10 دقیقه تا 12 دقیقه.
درب تابمون هم میذاریم. دوستان برای دیدن ویدیوهای بیشتر از ما حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. بعد از 10-12 دقیقه که پیاز و دلمه‌مون نرم شد این شکلی میشه. از روی حرارت ورش میداریم و میریم سراغ بادمجونمون. بادمجونی رو که تو ابتدای کار بهش نمک اضافه کردم حسابی الان آب انداخته و با فشار دستم این آب رو خارج میکنم. دو تا تخم مرغ بهش اضافه میکنم. سه قاشق غذاخوری آرد رو بهش اضافه میکنم. نمک و فلفل. شروع میکنیم به ترکیب کردنش. از بغلا کامل جمعش میکنیم که آرد به خورده موادمون بره و جایی خشک نباشه. یه همچین بافتی میشه. میریم برای ادامه کارمون. خب یه مقدار پنیر رنده میکنم. من پنیر گودا انتخاب کردم. میتونید هر پنیری رو که دوست دارین انتخاب کنید. حتی پنیر پیتزا فرق نمیکنه، سلیقه‌ایه. اینو رنده میزنیم برای وسط های موادمون. خب همینقدر کافیه. خب نوبت میرسه به درست کردن آیتممون. یه مقدار روغن میریزم. با یه دونه فرچه سیلیکونی این روغن رو کامل پخش میکنم. اینجا اون ترکیب بادمجون رو داشتیم. نصفش رو به کف تابم اضافه میکنم. با این لیسکم شروع میکنم به پهن کردنش. سعی میکنم همه جا یک دست باشه. یک مقدار از این سبزیجاتی رو که تفت دادم بهش اضافه میکنم. به جایی که دوست دارید میتونید این سبزیجات بهش اضافه کنید. من تا جایی که را داره بهش اضافه میکنم، چون طعم دلمه و پیاز قرمز با این ترکیب بادمجون واقعا بی‌نظیر میشه. خیلی تا لبه ها نمیرم، چون میخوام یه لایه دیگه هم بادمجون بیام روی این مواد. از این پنیری که رنده کردم هم بهش اضافه میکنم. میزان پنیرتونم به دلخواه زیر گازمون روشن میکنیم تا گرم بشه و یه مقدار خودشو بگیره. 2 دقیقه بعد از اینکه بادمجونم خودشو گرفت، دوباره یه لایه دیگه از این مواد رو میام روش. این کار رو تا جایی ادامه میدم که تا لب به لب تابم بادمجون بیاد. و بعد از این درب تابمونو میذاریم به مدت 1 رو با حرارت خیلی ملایم. 1 رو بعد میایم دوباره به این سر میزنیم. خب بعد از 1 رو در رو بر میدارم. یه بشقاب میارم که اندازه تابم باشه. یه مقدار روغن میام کفش در حد 1 قاشق غذاخوری. با این براشه کامل پخشش میکنم. این واسه اینه که زمانی که میذاریم برعکس میکنیم این موادمون نچسبه به بشقاب. اینو به این صورت میایم اینجا و میریم برای برعکس کردنش. خب برعکسش کردم به این صورت. دوباره میره توی بشقاب.
درش رو دوباره میذارم، این بار کمتر، تقریبا 7-8 دقیقه. خب اینم از غذای خوشمزمون که آماده است، میریم برای سروش. و برشش میزنیم. اینم از بافت و رنگ کارمون.